به سر تهیه میشه سرمشقی بگیرن. تیمسار خیلی خوشحالم. میشه خواهش کنم شما خودتون رو معرفی بکنیم از زمان تولد و کم کم من سال ما خدمتون میگم. من سپه بود میر حسن عاطفی هستم. در سال 1200 آبان 1298 متولد شدم. دوره ابتدایی رو در شهر چون پدرم افسر بود در شهرهای مختلف گذروندم. هر کلاسش در یه جا، از جمله در قزوین، در تبریز، در کردستان، دوباره در زنجان، تا بالاخره در کردستان دوره تا نه متوسطه رو گذروندم. از اونجا هم به علتی که برادرم رفته بود به دبیرستان نظام و من اصلا نمیخواستم به دبیرستان نظام برم، پدرم گفت اون نمیتونه خودش اداره کنه، اگه نری اون برادر از دست رفته است. به نتیجه من مجبور شدم که برم دبیرستان نظام. اونجا از اونجا دیپلمش گرفتم و در دانشگاه افسری رفتم. در دانشگاه افسری اون وقت از سال اول هر کسی سنف خودش انتخاب میکرد. من فکر کردم که شاید مهندسی، انتخاب مهندسی بهتر باشه. بعد شما پس از زمان دبیرستان برای اولین بار بود که دانشگاه افسری از سال اول هر کسی به رسته خودش میرفت، چون قبلا سال اول همه پیاده میدیدن، در سال دوم رسته انتخاب میکردن. اون سال سال اول رسته مهندسی بود و دو سخت‌ترین دوره بود برای اینکه برای اولین بار استادان دانشگاه تدریس میکردن. از جمله استادانی که من داشتم دکتر حشرودی بود که همیشه خاطره دکتر حشرودی رو من در ذهن دارم. بعد از فارغ التحصیل دانشگاه افسری مصادف شد با سال در سال 1320 مصادف شد با حمله متفقین به ایران. تیمسار شما مسئولیتی که بعد از دانشگاه افسری در ارتش قبول کردن چی بود؟ فرماندهی دسته بود، دسته مهندسی بود. افسر مهندس ساختمان‌های تبریز بود که اونا رو اداره می‌کردیم. بعد از اونجا من فرمانده گروهان شدم، بعد منتقل شدم به تهران. در تهران به لشکر یکم، لشکر دوم منتقل شدم. در لشکر دوم باز مسئول ساختمان‌های، کل ساختمان‌های لشکر دوم بودم. در اونجا من یک نشان افتخار گرفتم. وقتی که سروان بودی راهی را از جلفا که از علمدار میرفت به علمدار و از اونجا به سهرود ساختید، این راه شما ساختید اون وقت. و گرزن اون وقت فرمانده لشکر بود. بعد که اومده بود بازدید کرده بود، دیده بود عجب کار بزرگی انجام شده. بدون اینکه من اون وقت رئیس من باشه، رفته بود پیشنهاد کرده بود به سروان عاطفی نشان افتخار داده شود. ببین رفت من اولین نشانم رو از اونجا گرفتم. کجا فعالیت؟ وقتی سروان شدم از لشکر دوم که بودم به دوره بیسیکی رو که برای اولین بار در ایران برای مهندسی به مدل آمریکایی‌ها درست شده بود، به دوره بیسیک اعزام شدم. این دوره بیسیک را با موفقیت گذروندم و ادوانسش تشکیل دادن در ایران. باز شاید شایده اولی ادوانس بودم. در اواخر ادوانس چون در کنکور در رشته زبان فرانسه برای اعزام به بلژیک شرکت کرده بودم، به همین جهت بین همه باز موفقیتی داشتم و من فرستادم برای دیدن دوره عالی در عالی مهندسی در بلژیک. برگشتیم، ماکت پل بیلی رو به ایران داده بودند ولی هنوز خود بیلی رو نداده بودند. و من چون اون پل بیلی رو دیده بودم، روزی که شاه اومد به دانشگاه نظامی، من بعد اومدم استاد دانشگاه مهندسی شدم، آمد من این پل رو ماکتش رو سوار کرده بودم و شاه در مورد این سوال کرد از منو. بعد دیگه
من اونجا شدم، اول استاد استحکامات صحرایی بودم، بعد معاون دانشکده مهندسی شدم، بعد فرمانده دانشکده مهندسی شدم و دانشکده مهندسی رو فعال کردم. در حقیقت پلسازی و اینطور چیزا رو می بردم در چیز. جالبه که راجع به پلسازی بگم، یه پلی به ما داده بودم، پل قایقی در اهواز. این پل قایقی مال امریکایی ها بود، M4T6 نه؟ الان چیزش خاطرم نیست. من تنها کسی که رفت با اینا کار کرد که رد بشه، با اینکه خودش یه گروهان داشت اونجا، رد بشه از کارخونه، از رودخانه کارون، همین دانشکده مهندسی بود. بردم شاگرداشه و افراد آوردیم، پل قایقی زدیم و رد شدیم. ولی بعد که من رفتم فرانسه دوره ستاد، وقتی دیدم برگشتم، دیدم که این پل چیز شده، میخوام ببرن از ایران. اون وقت منتقل شدم به ستاد بزرگ، افسر طرح اداره سوم ستاد بزرگ شدم. اونجا من مخالفت کردم با اینکه نبرند. بعد از اینکه من رفتم برای دیدن دوره فرماندهی عالی ستاد مشترک، این پل رو برداشتم بردند از ایران، برداشتم بردند. و پس از اینکه من، حالا باز جمله معترضی دارم میگم، فرماندهی مهندسی ارتش شدم، اگر لازم بشه به موقع خواهم گفت که من چه پل‌هایی رو از روسیه خریدم که در همین جنگ ایران عراق برای ارتش ایران بسیار مفید بود.